بسم الله الرحمن الرحیم. بازم فرزاد هستم در خدمت شما با تدریس کورال درو ایکس 8. خب درس امروز ما دیزاین کارت کنترل می باشه. در ابتدا ببینین میایم یک رکتنگل در اینجا رسم میکنیم. صفحه ای هم که در اینجا ما ایجاد میکنیم ببینین اینی خود صفحه خود سایز رو به اساس سانتیمتر 9/6 ایره چی میکنیم ما انتخاب میکنیم خود صفحه رو، یعنی در اینجا 9/6 چی باشه اینجا سانتیمتر انتخاب میکنیم. خب رکتنگلی که در اینجا آوردم میایم رنگش به رنگ آبی در اینجا آمده کلیک راست نو اوتلاین باشه و کم از طرف راست ایره چی میکنیم خوردتر. باز میایم در خود چی رکتنگل این در اینجا رکتنگل بعدی خود رسم میکنیم، کمی از این طرف سایزش خورد. کنترل امرای مثبت بگیریم این چی میشه زوم. وقتی که زوم شد سایزش میتونین از اینجا چی کنین شما تنظیم کنین. بعد از آن رنگ از اینم میایم به رنگ چی آبی در اینجا کلیک راست نو اوتلاین میایم در روی خود شیپ تول یا F10 از کیبورد میزنیم و در اینجا کانورت تو کرو و از این گوشه ببینین این رو خوب میاریم پایین تا بینی قسمت. در اینجا یک کلیک این رو میگیم کانورت تو کرو و از این گوشه هم کلیک میکنیم کانورت تو چی کرو. از اینجا میگیرین این رو فقط حالا چی میکنیم دور میدیم تا بی اندازه. بعد از آن ایره توسط کنترل مثبت زوم میکنیم یک کلیک ده اینجا در خود شیپ تول و ایره هم از این قسمت چی میکنیم میاریم به طرف پایین تا بینی قسمت و از این گوشه ایره میگیریم چی میکنیم راست میکنیم ایره میارم بالاتر خود لیس بکنه. در اینجا ببینیم کم دیگه میره میبریم بالاتر کنترل منفی و ایره کش میکنیم به این طرف چی شد از این قسمت تنظیم شد از اینجا میقدر ایره اینی حالت. بعد از آن این کار ما هم انجام شد میام در قسمت خود لاین اینجا ببینیم چپ کلیک میکنیم 2 point line رسم میشه یک کلیک در اینجا و طرف چپ ماوس رو بگیرین کش کنین تا بینی قسمت و ایره بازم من زوم میکنم ببینین چیزی که در اینجا شما رسم میکنین فاصله ایش اول تنظیم میکنیم کم خوردتر برابر به خود صفحه ایره میگیریم میاریم پایین تا اینی قسمت. رنگ از ایره کلیک راست میکنیم در اینجا که رنگش چی بشه آبی و در این گوشه آمده ایره از این طرف هم چی میکنین تنظیم میکنین در خودش یک کلیک ایره میبریم بالا اینه اندازه فاصلهش باشه باید. حالا در روی از این کلیک راست میایم در شیپ تول کلیک راست میکنیم کنورت تو چی کرو در اینجا دیگه کلیک خورد میکنم ایره از وسط ایره دور میریم چیزی رو که از اینجا دور دادگیست اینی رو هم کوشش میکنید به همون اندازه باید چی باشه برابر توسط از این یک مقدار بالا میبریم زوم ایرم پس میارم بالا و ایرم میارم پایین تا اینی اندازه و بازم ایرم بالاتر فاصله شان رو چی میکنید برابر میکنید ببینین اینی قسمت دیالت هست
میرم کم نزدیکتر، یک کلیک ده اینجا. خوب برابر شدیم. بعد از آن ببینیم ایم وقتی که انجام شد، حالا میریم یک معلومات دیگه که داری ضرورت داریم اونا رو میاریم در ریاضی چی میکنیم و شما اد میکنیم در خود اینمی. بازم یک کلیک کم اینی گوشه شما و شما بالاتر میگیریم. مکمل شدی لیس. خب بعد از اون ای خوب برابر شد. حالا ببینین باز یک لاین دیگه میگیریم، دینجرس میکنیم. خیلی که لاین رسم راست شد، فقط شفت میگیریم یا چی میکنیم؟ کش میکنیم. در حالتی لاین هم کلیک راست نموده و رنگ خودش، یک کلیک کم توسط حرکی طرف چپ انتقال میدیم. خب میریم اینجا کلیک راست امپورت، در روی دکستاپ اگر لوگوی چیزی داشته باشیم او رو چی میکنیم؟ در اینجا آمده امپورت میکنیم در این قسمت. در وسط میریم در تکست کلیک میکنیم، سایز خط به اندازه 11 نوشته میکنیم. اینجا جمهوری اسلامی افغانستان این نوشته را میگیریم میاریم در این طرف. کنترل دی دوبلکیت کپیش میگیریم دی طرف میاریم. باز در تکست آمده، اینجا هم نوشته میکنم در افغانستان اسلامی جمهوریت. در خود تکست سایزش چند میگیریم؟ ده. گیرم کلیک میکنیم در روی خود از این سایزش چند میگیریم؟ ده. ببینین این متن کمی بیشتر هست نسبت به اون بیالت. پس شما چی میکنین؟ در این یک کلیک میایم در خود چی؟ تکست اسلامی، مثلا کلمه سین شف جی از کیبورد میگیریم یه کمی چی میکنیم؟ کش میکنیم که این متن و اون متن هر دو چی بشن؟ برابر. باز دیگه نمی آلد کنترول شفت تنها میگیرین هر دوش انتخاب میکنین. دیگه هم کلیک میکنم سلکت میایم اینا رو چی میگیریم؟ بولد. باز در همینجا یک کلیک کنترول دی دوبلکیت، دوبلکیت از این رو چی میکنیم؟ میاریم در این قسمت در خود تکست. اینجا من نوشته میکنم چی؟ وزارت نوشته میکنم معینیت جوانان جمهوری اسلامی افغانستان. ایره میگیریم میاریم در قسمت. لوگو از وزارت معارف هستی دیگه چیز شما پس همیره بهتر است که چی نوشته کنیم؟ ما وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان. خب ببینین وقتی که اینی متن ما تنظیم شد، رنگ از این متن ما چی میگیرم؟ به این رنگ. بولدم خانه هست. باز در پایین آمده اینجا میام نوشته میکنم به تکست نوشته کنان کنترولر و در اینجا یک کلیک ایره میگیریم میاریم در وسط این دیالت. سایز از ایره یک کلیک ده اینجا از کیبورد آلت شفت میگیریم ایره میتونیم چی کنیم ما زوم
ببینین استایل خط از زیره ما باید چی کنیم؟ تغییر بدیم. میریم در خود تکست کلیک میکنیم. اینجا ببینید اینه استایل های خط هاست. هر استایل رو که ما خواسته باشیم، یعنی اینجا نوشته از چی؟ ابجد. اینه میره انتخاب میکنیم. از خود ازی کپی میگیریم، کنترل دی یعنی چی میکنه؟ دوبلیکیت کپی. ایره به خود از این نزدیک، ایره پیش روی خطی که هست، ایره به رنگ چی میگیرم من؟ آبی. یک کم ایره چی میکنیم؟ سایه دار میسازیم، یعنی بیالت. تا اینی اندازه ایره چی میسازیم؟ سایه دار میسازیم و هر دو تکست خود انتخاب کمی طرف چپ که در وسط اینا چی باشه؟ قرار گرفته باشه. خب بعد از این میریم بازم در لاین، یک کلیک در اینجا شیفت از کیبورد میگیریم، ایرم کلیک راست، در اینجا دیگه کلیک، پس در روی ازی کلیک میکنم من، ایره در اینجا برابر میسازیم، در خود همی یک کلیک، باز کنترول دی دوبلکیت، دوبلکیتش هم میگیریم میاریم در اینجا، و از اینجا ادامهش بازم شیفت رو بگیریم، ایره چی کنیم؟ کش کنیم تا پایین. ایرم چی میکنیم در اینجا؟ از این قسمت کش میکنیم به طرف پایین، هر دو طرف از چی شد؟ دیالت کلش انتخاب میکنیم، از کیبورد کنترل جی ایره گروپ میسازیم و بعد از آن ببینین کنترل ایره از کیبورد میزنین اکسپورت. در اینجا میین به نام چی؟ کنترلر کارت. در روی چی؟ دسکتاپ ما میگویم چی بشه؟ سیف شو اکسپورت. باز در اینجا چی میکنیم؟ کلیک میکنیم اکسپورت و بعد از اول بیاین در این قسمت کاملا اینجا چی شد؟ ثبت شد. ببینید بیالت میتونیم که کارت ما چی کنیم؟ تنظیم کنیم. و نینی بود درس امروز، ما امید که چیزی رو یاد گرفته با